سرخط خبرها. تماس مکرون با روحانی برای احیای مذاکرات هسته‌ای. رئیس جمهوری فرانسه خواهان اقدام فوری و شفاف ایران شد. شلیک چند راکت به پایگاه نظامی عین الاسد در عراق. دست کم یک پیمانکار ائتلاف بین‌المللی جان باخت. انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقلال، اسطوره آبی ها، برای سومین بار هدایت تیم را به عهده گرفت. و فرار پرخطر از کوهستان‌های مرزی ایران، داستان جوانان کرد ایرانی که به حزب کومله در عراق می‌پیوندند. سلام و عصر بخیر. رئیس جمهوری ایران میگوید لحن دولت جدید آمریکا کمی تغییر کرده، اما این دولت برای لغو تحریم‌ها هنوز قدمی جدی بر نداشته. حسن روحانی گفته اگر اراده جدی در دو طرف دیده شود میتوان مناقشه هسته‌ای را ظرف یک هفته حل کرد. این در حالی است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است که این هفته قطعنامه‌ای توبیخی علیه ایران را بررسی کند. این اقدام در پی کاهش تعهدات هسته‌ای ایران و رد دعوت اروپا برای شرکت در نشستی غیر رسمی با آمریکا صورت می‌گیرد. باران عباسی و جزئیات بیشتر. تحریم باید برداشته بشه، این حق مردمه. پافشاری رئیس جمهوری ایران بر سیاست اول آمریکا بعد ما. رد دعوت اروپا برای شرکت در نشستی غیر رسمی با واشنگتن و خودداری از بازگشت به تعهدات هسته‌ای تا رفع کامل تحریم ها. دولت جدید آمریکا لحنش یک مقدار تغییر کرده، به بعضی از مسائل اعتراف کرده که کار دولت قبل غلط و اشتباه بوده، اما در زمینه تحریم که مسئله اصلی ما هست، برداشتن تحریم، این ما هنوز ندیدیم یک قدم جدی از طرف دولت آمریکا برداشته بشه. راه حل از دید حسن روحانی ساده است. آمریکا همه تحریم ها رو برداره و بلافاصله ایران همه تعهداتش رو اجرا بکنه. خب این خیلی آسونه، در یه روز میشه انجام بگیره، در دو روز میتونه انجام بگیره. یک اراده جدی باشه در همین هفته میشه تمام کرد. این هفته اما نه حل مناقشه ایران و غرب، بلکه برگزاری نشستی در وین در دستور کار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. رأی‌گیری درباره پیشنویس یک قطعنامه توبیخی علیه ایران به دلیل نقض تعهدات هسته‌ایش. از غنی‌سازی اورانیوم با خلوص و حجم بالاتر از حد تعیین شده در برجام تا تولید اورانیوم فلزی. از اعمال محدودیت بر فعالیت بازرسان آژانس در ایران تا مبهم ماندن منشأ اورانیوم کشف شده در دو سایت اعلام نشده. قطعنامه‌ای که مورد حمایت آمریکا و اروپا است، اما روسیه با آن مخالف است. تصویب این قطعنامه احمقانه میتواند فرصت احیای برجام را از بین ببرد. اگر برای پیوند خوردن به یک بحران بین‌المللی احتمالی آمادگی ندارید، از اقدامات عجولانه خودداری کنید. بیایید به دیپلماسی فرصت بدهیم. درخواست همیشگی ما از ایران این است که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری سازنده داشته باشد و از فرصت‌های جدید برای لغو تحریم‌ها و احیای برجام استفاده کند. این قطعنامه‌ای که ایران هم تهدید کرده که در صورت تصویب این قطعنامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را باز هم کمتر خواهد کرد. موضع غیر سازنده و غیر دوستانه تلقی میشه، هم روی مذاکرات ما در برجام اثر منفی میگذاره و هم نوع نگاه و همکاری ما با آژانس میتونه اثر منفی بذاره. دیشب تلاشی دیگر از سوی رئیس جمهوری فرانسه برای باز کردن درهای گفتگو در تماسی تلفنی با حسن روحانی بر اساس بیانیه کاخ الیزه. رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که مهم است ایران به صورت شفاف و فوری اقداماتی انجام دهد تا بتوان گفتگوها را با همه طرف‌های توافق هسته‌ای از سر گرفت.
و این پاسخ رئیس جمهوری ایران. برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست و تنها راه حفظ و احیای آن نیز لغو تحریم‌ها از سوی آمریکاست. خب تحریم باید برداشته بشه. موضعی که حکومت ایران حمایت از حقوق مردم مینامد. اگر یک ساعت ما در برداشتن تحریم تعلل کنیم، حقوق مردم رو پامال کردیم. اما آثارش ممکن است ادامه ی همان فشارهایی باشد که حسن روحانی رفع آن را وظیفه دولتش تعریف میکند. این دولت یک وظیفه سنگینی داره. باران عباسی، بی بی سی. همزمان یک مقام دیگر دولت اوباما که در طراحی تحریم‌های ایران و کاهش آن بعد از توافق هسته‌ای نقش داشت به وزارت خارجه آمریکا بازگشته. انتصاب ریچارد نفیو به سمت معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در بعضی از رسانه‌های ایران بازتاب داشته. بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، انتصاب ریچارد نفیو رو ما چطور باید تفسیر و تعبیر کنیم؟ اون عنوانی که با آقای نفیو دادن در رسانه‌های ایران به عنوان طراح تحریم‌ها گویی که کاملا دقیق نیست، اما نادرست هم نیست، چون به هر حال اون نقش داشته در وضع و طراحی این تحریم‌ها، گویی که بخشی از یه تیم بزرگتر بوده، بعدن هم کتابی نوشت در مورد هنر تحریم. ولی همزمان در سال‌هایی که در خارج از دولت بود، یعنی دوران آقای ترامپ، از منتقدین اصلی سیاست فشار حداکثری بود و همچنین تاکید داشت که تحریم‌ها، استفاده بیش از حد از تحریم‌ها میتونه برعکس نتیجه منفی داشته باشه و معتقد بود که باید دولت آقای بایدن این تحریم‌ها رو برداره اگر ایران هم به توافق هسته‌ای بازگرده. در نتیجه بازگشت او به دولت آقای اوباما، به دولت آقای بایدن و همچنین در مقام معاون نماینده ویژه که آقای رابرت مالی هست، بیشتر باید به این تعبیر دیدش که تیم آقای بایدن دنبال کسانی هستند که بتونن با آشنایی که به سیستم و ساختار تحریم دارن برای برداشتن این تحریم ها از شناختشون استفاده بکنن. به همین جهت بفهمید، ببخشید، به همین جهت شاید این رو باید یک گام به سوی در واقع کامل کردن تیم آقای بایدن در وزارت خارجه برای گام‌هایی که امیدوارن بتونن بردارن با هدف بازگشت به برجام دید، نه برای اینکه مثلا تحریم‌های جدیدی وضع بشه. بیشتر استفاده از شناخت اوست از ساختار تحریم‌ها برای اینکه اگر احتمالاً در نهایت به توافق برسن برای بازگشت به برجام بتونن ازش استفاده بکنن. آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا قراره که امروز یک سخنرانی عمده داشته باشه در مورد سیاست خارجی. چه انتظاری از این سخنان داریم؟ نمیدونیم که در مورد ایران چقدر حرف خواهد زد و انتظاری نداریم که احیانا سیاست جدیدی اعلام بشه، گویی که ممکن است اشاره مستقیم غیر از اشاره مستقیم برجام صحبت از گام‌های بعدی هم بزنند. در نتیجه باید صبر کردید که چقدرش مربوط به ایرانه، چقدرش به روسیه و چین و دیگر مناطقی که دولت آقای بایدن میخواد درش تغییر ایجاد بکنه، عربستان سعودی و جریان خاشقچی. ولی موانعی که دولت آقای بایدن باش روبرو هست برای مثلا بازگشت به برجام در داخل آمریکا هم کم نیست. میدونیم غیر از جمهوری‌خواهان، رئیس کمیته سیاست خارجی سنا که سناتور منندز که یک دموکرات هست، جزو 4 سناتوری بود که با برجام مخالفت کرد در دوران آقای اوباما و در نتیجه یه مقداری بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های آمریکا وجود داره، یه مقداری کجدار و مریض برخورد کردن آقای بایدن هم محصول نگرانی است که از مخالفت آقای منندز وجود داره برای بازگشت به برجام، به خصوص که دو مقام دیگه هم قراره که برگردن به دولت آقای بایدن، یکی خانم وندی شرمن و یکی هم آقای کال. هر دو اینها در برجام نقش اساسی داشتن، مخصوصا خانم شرمن، و رأی اعتمادی که خانم شرمن به عنوان قائم مقام یا معاون وزارت خارجه نیاز داره باید از کمیته سیاست خارجی بگذره. یعنی همه اینها در محاسبات گام‌هایی که دولت آقای بایدن داره برمی‌داره برای بازگشت برجام نقش داره. بهمن، خیلی ممنون از شما. بهمن کلباسی همکارم از نیویورک با ما بود. متشکرم. چند خبر کوتاه.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته تکلیف دو لایحه مرتبط با FATF در مورد مقابله با پولشویی و جرایم سازمان یافته در ماه فروردین معلوم می‌شود. پیشتر قرار بود که نتیجه تصمیم گیری در اسفند مشخص شود. حسن روحانی رئیس جمهوری تعلل در تصویب این لوایح را پایمال کردن حقوق مردم دانسته. مجلس ایران طرح وام مسکن 150 میلیون تومانی برای خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند تصویب کرد. بر این اساس خانوارهای فاقد مسکن که از سال 99 به بعد صاحب فرزند سوم شدند یا قرار است بشوند این وام را می‌گیرند. بازپرداخت وام حداکثر 20 سال است. همچنین تسهیلات مسکن با بازپرداخت 10 ساله تا سقف 200 میلیون تومان برای خانواده‌های صاحب دو فرزند و 160 میلیون تومان برای خانواده‌های دارای یک فرزند پرداخت می‌شود. دست کم 10 راکت به پایگاه عین الاسد، بزرگترین قرارگاه نیروهای آمریکایی در عراق اصابت کرد. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند که یک پیمانکار غیرنظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا جان باخته. این چهارمین حمله به مواضع نیروهای آمریکایی در 3 هفته گذشته است. گروه‌های تحت حمایت ایران مظنون اصلی این حملات هستند، اما ایران نقش داشتن در آنها را تکذیب کرده. همکارم نفیسه کوهنورد اینجا در استودیو با ماست. نفیسه تحولات عراق رو با دقت دنبال میکنه، اغلبم از نزدیک. نفیسه، اول از جزئیات حمله امروز بگو. مثل که ساعت 7:20 صبح بوده به وقت محلی. دقیقاً کسرا، جزو محدود حمله هایی هست که روز اتفاق افتاده. معمولاً حمله های راکتی شبها اتفاق می افته و از راکت های 122 میلیمتری ظاهراً استفاده کردن. راکت های 122 میلیمتری در مقایسه با راکت های قبلی 107 میلیمتری که معمولاً استفاده می شدن در این حمله های راکتی بلندتر و بزرگتر هستند و قدرت تخریب بیشتری دارن. سیستم دفاعی پایگاه عین الاسد فعال شده امروز. اما امروز فعال شده، نه پاتریوت، سیستم دفاعی راکتیشون فعال شده و چند تا از اینها رو در حقیقت ردگیری کرده و زده، ولی به هر حال تعدادی از این راکت ها به خود پایگاه عین الاسد اصابت کرده. اینکه پایگاه عین الاسد وقتی صحبت میکنیم ازش، یک منطقه بسیار بزرگه، یعنی پایگاه بسیار بزرگی تقسیم شده بین نیروهای ائتلاف و نیروهای عراقی و 178 کیلومتری شمال انبار غرب بغداد توی استان انبار، در نتیجه خیلی جای بزرگی هست و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم بسیاری از تمهیدات امنیتی رو که من خودم هم سفر کردم همین چند ماه پیش به عین الاسد دیدم، تمهیدات امنیتی رو بسیار بالا بردن، اما حمله امروز به نوعی سورپریز بود. چطور میشه گفت با اطمینان که این گروه های تحت حمایت ایران هستن که دست به این حمله زدن؟ تقریبا میشه گفتش که خلافش رو ثابت کردن آسون نخواهد بود. چون این نیروها هستن که تا الان، حالا اون نیروهای شبهواری که فقط از طریق تلگرام اعلام مسئولیتش رو به عهده میگیرن، یا حالا گروه هایی که مستقیما میگن ما خواهان خروج نیروهای آمریکایی هستیم و اگر اینها خارج نشن با جنگ مواجه میشن، اینها رو پنهان هم نکردن. در نتیجه خیلی سخته که بگیم نبودن. اینو بپرسم، حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که مثل همین هفته گذشته در حمله‌ای که به شمال و اربیل شد، آمریکا به این نتیجه برسه که اینها کار گروه‌های تحت حمایت ایران هستند، این حمله امروز چه تأثیری خواهد گذاشت رو روابط آمریکا با عراق، این گروه‌ها و همچنین ایران به خصوص؟ کار دولت عراق که خیلی سخته، به خاطر اینکه به هر حال امنیت نیروهای ائتلاف، نیروهای آمریکایی در عراق به عهده دولت عراق و نیروهای امنیتی عراق. اینکه هنوز نتونستن جلوی این حملات رو بگیرن و این حملات تا بیخ بزرگترین پایگاه آمریکایی میره، اربیل، فرودگاه اربیل هدف قرار میگیره، اینها رو نتونستن جلوش رو بگیرن، این خیلی تاثیر بزرگی داره. اما فراموش هم نکنیم در پاسخ به حمله اربیل،
پایگاه‌های کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا از دو گروهی که آمریکا اونها رو متهم به دست داشتن در این حمله‌ها می‌کنه هم هدف بمباران‌های آمریکا قرار گرفت. تنش داره بالاتر و بالاتر میره. این چهارمین حمله است و من شمردم تقریبا میشه گفت که از زمان کشته شدن آقای سلیمانی تا الان نزدیک 200 راکت به پایگاه‌های آمریکایی شلیک شده و این شرایط بغرنجی داره میشه برای نیروهای ائتلاف و همچنین برای دولت عراق که مسئول امنیت و روابط با ایران. نفیسه، خیلی ممنون از شما. نفیسه کوهنورد اینجا همکارمون در استودیو با ما. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با حسن روحانی خواستار اقدام شفاف و فوری ایران برای احیای مذاکرات هسته‌ای شد. دست کم 10 راکت به پایگاه عین الاسد، بزرگترین مقر نیروهای آمریکایی در عراق اصابت کرد. دست کم 1 پیمانکار غیر نظامی ائتلاف بین المللی جان باخت. در ادامه این برنامه، داستان جوانان کرد ایرانی که به اردوگاه حزب کومله در عراق گریختند. افراد مسلح یک روحانی افغان را در کابل کشتند. فیض محمد فایز در سالهای گذشته ریاست شورای علمای قندوز را به عهده داشت و استاد دارالعلوم بود. قتل‌های هدفمند در افغانستان به ویژه شهرهای بزرگ در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته. دیروز هم 3 کارمند زن یک تلویزیون خصوصی در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار ترور شدند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. دین اسلام دینی تمام رسالت‌های سماوی است. ترور دست کم 4مین عالم دین در طول 2 ماه گذشته. فیض محمد فایز صبح امروز در حالی که به مسجد می رفت از سوی افراد مسلح کشته شد. او استاد دارالعلوم عربی در کابل بود و رئیس پیشین شورای علمای قندوز. شورای علما گفته در 1 سال گذشته 90 عالم دین در افغانستان کشته شده. به گفته وزارت داخله در طول 1 سال بیش از 500 مورد ترور هدفمند ثبت شده. در 3 ماه گذشته خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، عالمان دین و کارمندان دولت بیشتر از قبل هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. روز گذشته نیز در 2 رویداد جداگانه در نتیجه شلیک افراد مسلح 3 کارمند تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد کشته و 1 نفر زخمی شد. همه کارمندان بخش دوبله و زن بودند. 2.5 ماه قبل نیز 1 گوینده زن کارمند همین تلویزیون در این شهر ترور شد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری، امروز در گزارش نشست‌های امنیتی روزانه در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته امنیت ملی طرح ترور او را از سوی مخالفان مسلح خنثی کرده. او گفته 16 نقطه بمب‌گذاری طالبان در مسیر او شناسایی شده. هرچند دولت طالبان را مسئول همه این حملات می‌داند، اما مسئولیت اکثریت ترورهای هدفمند اخیر در افغانستان را کسی یا گروهی به عهده نگرفته و طالبان دست داشتن در این نوع قتل را رد کردند. به گفته یه دولت، برخلاف آنچه مردم از آغاز گفتگوهای صلح توقع داشتند، در سال جاری شکل حملات تغییر کرده و انفجار ماین و ترورهای هدفمند افزایش یافته. بر اساس آمار وزارت داخله در 1 سال گذشته نزدیک به 3000 حمله از جمله انفجار ماین، انتحاری و ترور هدفمند از سوی طالبان انجام شده که بیش از 4000 غیر نظامی زخمی و بیش از 2000 کشته به جا گذاشته. در حالی که انتظار می رفت این سال سال صلح باشد، به خصوص پس از شروع مذاکرات میان دولت و طالبان. نسرین نوا، BBC، کابل.
به گزارش رسانه‌های ایران، فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران شد. گزارش شده که او با قراردادی 2.5 ساله جای محمود فکری را گرفته و تمرین ها از فردا با حضور این مربی برگزار خواهد شد. استقلال شنبه با فولاد بازی میکند. فرهاد مجیدی سال گذشته در مقطعی مربی استقلال بود، ولی به خاطر اختلاف نظرها با مدیر عامل وقت این باشگاه کناره گیری کرد. همکارم پوریا جافره از لندن همینجا با ماست. پوریا، گرچه خیلی ها خبر رو دارن، اما خود باشگاه این خبر رو تایید نکرده. چرا این دست اون دست میکنن؟ واقعا اتفاق عجیبیه، یعنی نشون دهنده اوضاعیه که توی این باشگاه در حال حاضر برقراره. اینکه رسانه ها الان شما هر خبرگزاری تو ایران باز بکنید خبر سرمربی شدن فرهاد مجیدی رو زدن. الان که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم، فرهاد مجیدی خودش تو دفتر تیم استقلال اونجا نشسته که قرارداد خودشون رو امضا بکنن و به نظر میاد که 99% کار تموم شده. اما مشکل اینجاست که تو این چند سال اخیر اتفاقی که افتاده، تقریبا تمامی مربیای استقلال که رفتن با یک سری مشکلات اداری و سازمانی و مالی و از این جور مسائل رفتن، اینه که این هیئت مدیره فعلی که توسط وزارت ورزش در ایران منصوب میشه واقعا از عهده کارهای امور روزانه تیم بر نمیاد و در واقع الان کسی که باید بیاد صحبت بکنه مسئول رسانه‌ای تیمه که بگی که مثلا ما نشستیم داریم با ایشون مذاکره میکنیم. این خیلی روال معمولی همه جای دنیا هستش که گزینه‌های مختلف و تیم‌ها وقتی که مربی ندارن میان باهاشون صحبت میکنن، خیلی به صورت شفاف میان توضیح میدن که مثلا فلان کس یا فلان کس مورد نظر ما هستن و جلوی شایعات و تمام مسائل دیگر رو میگیرن، به خصوص وقتی که تیم وسط مسابقه هاست و همین سه روز دیگه بعد بره مسابقه خودش رو جلوی فولاد که بازی خیلی سنگینی هم هست انجام بده. ولی که خب وضعیت تیم کاملا به هم ریخته. تو موارد مختلف ما دیدیم که با مربیای استقلال تو سالهای اخیر این اتفاق افتاده و مدام داره تکرار میشه. پوریا، حالا فرض رو بر این بذاریم که او انتخاب شده و کارش رو شروع میکنه، وجود او الان در این مقطع از فصل بازی چه تأثیری میتونه روی عملکرد تیم داشته باشه؟ خب برای طرفدارای استقلال خیلی سنگینه که پرسپولیس بخواد واسه پنجمین سال پشت سر هم قهرمان لیگ ایران بشه و اینکه ناتوان هستن که بتونن با نتایج پرسپولیس خودشونو برسونن خیلی مسئله بزرگیه. ولی فراموش نکنیم که فرهاد مجیدی حالا تو دو تا مقطع دیگه اومد، هم بعد از موقعی که وینفرد شفر آلمانی از تیم اخراج شد و هم بعد از اینکه آقای استراماچونی قهر کرد و رفت ایتالیا، در هر دو تا مورد اومدن تیمو تحویل گرفت و خب تو اون دو مقطع تیم‌هایی بودن که مربیای دیگه ای ساخته بودن. این تیم یه خورده وضعیتش نامشخص‌تره، تیمیه که خود فرهاد مجیدی تا یه اندازه زیادی این نفرات فعلی که هستن رو باهاشون آشنایی داره، قبلا باهاشون کار کرده، اونایی که اضافه شدن هم بازیکنای بدی نیستن و اینکه فرهاد مجیدی خیلی حمایت طرفدارای استقلال رو داره، در اصل یکی از بهترین بازیکنای تاریخ باشگاه بوده و شاید از نظر روحی روانی تا یه اندازه کمک بکنه که و حداقل مشکلاتی که داخل رختکن هست در تمرینات وجود داشت و مسائل بی‌اعتمادی که با تماشاگرا وجود داشت اینا رو حداقل بتونه حل بکنه که یه خورده منسجم تر بشن. ولی که اصل داستان دوباره برمیگرده به همون مشکلات اداری که تا موقعی که وزارت ورزش این دوتا تیم رو بخواد به صورت دولتی اداره بکنه این داستان‌ها ادامه خواهد داشت. پوریا، خیلی ممنون از شما. پوریا جعفری از همینجا لندن با ما بود. چند خبر کوتاه. سربازان ارتش 34 نفر از زندان طالبان در هرات را آزاد کردند. وزارت دفاع افغانستان گفته که این عملیات دیشب به دست نیروهای ویژه در ولسوالی ادرسکن صورت گرفت. اکثر زندانیان آزاد شده نظامیان افغان هستند. در این عملیات نیروی هوایی افغانستان هم شرکت داشته. وزارت دفاع گفته که 6 عضو طالبان در این عملیات کشته شدند و مقداری اسلحه و مهمات هم به دست نیروهای امنیتی افتاده. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفته.
از میانمار گزارش شده که دست کم 11 نفر در جریان درگیری نیروهای امنیتی و معترضان به کودتای ارتش کشته شدند. گفته شده که چند شهر میانمار امروز ناآرام بود. روز گذشته هم حداقل 18 نفر از معترضان با شلیک پلیس کشته شدند. بی بی سی عربی به اردوگاه حزب کمله کردستان ایران سر زده. اردوگاه اونها در کردستان عراق به یک جاذبه برای جوانان کرد ایرانی تبدیل شده. آنها زندگیشان را در ایران را رها می کنند تا با عبور از کوهستان به کمله ملحق شوند. این گزارش را با هم می بینیم. اینجا اردوگاه حزب کمله است در کردستان عراق. کمله یک حزب مسلح کرد است که فعالیت آن به دلیل باورهای سکولار و چپگرایانه در ایران منع شده. اینجا شهر مریوانه. من زانا رشیدی ام. قرار امشب از مرز رد بشم. شرایط مردم تو ایران چطوره؟ بیکاریه. خدا وکیلی شرایط خیلی بده. مردم بیکار و بیپولن. کرونا هم که هست. کسی پشت مردم نیست. خیلی خوب زانا جان. برای فردا عصر آماده باش. فردا عصر حتما میاریمت. باشه؟ این اردوگاه برای بسیاری از جوانانی که میخواهند از ایران فرار کنند یک جاذبه است. زانا جان، زانا به تازگی از کوهستان عبور کرده و به اینجا رسیده. بفرما بشین. چند سالته؟ 18. 18 یا 17؟ یکم مونده. پس چرا الکی گفته بودی 18 ها؟ چون میگفتن زیر 18 ساله ها رو قبول نمی کنن. ترسیدم قبولم نکنید. یک عضو کمله از زانا سوال و جواب می کند. او می خواهد عضو شود. اما باید مطمئن شوند که او یک عامل نفوذی نیست. دیگه وقت رسیدگی به موهاتو نداری. گرد و خاک و کوه و کمره دیگه. قبول داری؟ آره موهامو می زنم. تو ایران که نتونستیم زندگی کنیم و زندگیمون شد هیچی. اومدیم اینجا که برای خودمون یه زندگی دست و پا کنیم. پیشمرگ شدن تنها دست گرفتن اسلحه نیست. اینجا اخلاق یاد گرفتم، درس خوندم و اینکه چطور صحبت کنم. ایران میگوید که کمله یک سازمان تروریستی است که اعضای آن برای تبلیغ به طور غیرقانونی از مرز عبور می کنند. اما کمله می گوید که فعالیت مسلحانه علیه ایران را کنار گذاشته اند. او کسانی که دین بویره با پیشمرگیتی، اونایی که برای پیشمرگ شدن به ما ملحق می شند، شخصیتشون از لحاظ اجتماعی، از لحاظ آموزشی، از لحاظ اقتصادی در هم شکسته. کمله تلاش می کنه که هویتشون رو بهشون برگردونه و از لحاظ روانی بهشون آرامش بده. مقامات ایرانی درخواست بی بی سی برای بحث در مورد کمله را پاسخ ندادند. گزارش بود از بخش عربی بی بی سی. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون از همراهی شما.